مردی که بعد گم شدن همسرش به عنوان مظنون اصلی میخواد بیگناهیش رو ثابت کنه. یلاسیا سلام، امروز میخوام فیلم گانگل یا دختر گم شده رو ببینیم که یکی از بهترین فیلمنامه های جهان رو توی دنیای سینما به خودش اختصاص داده. این فیلم توی هالیوود پیش‌زمینه خیلی از فیلم های خفن بعدی رو فراهم کرد و کلا که سبک جدیدی رو به نظرم توی سینما آورد. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل و صحنه های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی مردی به اسم نیکو میبینیم که روزنامه دستش رو وارد یه بار میشه. خواهرش یعنی مارگو اینجا کار میکنه و در حالی که سفارش مشروب میده یکم حرف میزنن. اینم بگم که این بار برای هر دوشونه، اما فقط مارگو توش کار میکنه. میفهمیم پنجمین سالگرد ازدواج نیک با دختری به اسم ایمیه. از اولین باری که همو دیدن برای خواهرش صحبت میکنه. وقتی که توی مهمونی اتفاقی به هم برخوردن و طرز فکرشون همو جذب کرد. ایمیه نویسنده معروف بود و اول باور حرفای قشنگ نیک برایش سخت بوده، چون نیک میگه منم یه خبرنگار رو نویسندم. البته که ایمی اولش فکر میکنه دروغه، اما به هم اعتماد میکنن و همون شب هم با هم رابطه دارن. خلاصه که دوستیشون روز به روز بهتر میشه و آخرام با هم ازدواج میکنن. برمیگردیم به زمان حال. نیک و خواهرش دارن یه بازی فکری هم میکنن و نیک میگه ایمی عاشق معما و بازیهای فکریه. هر سال هم موقع سالگرد ازدواجمون یه معما طراحی میکنه تا من حلش کنم. یه سری سرنخ پشت همن که باید به هم دیگه وصلشون کنم. نمیدونم امسال چی کار کرده و نگرانم که ببازم. همین لحظه تلفن مغازه زنگ میخوره و همسایه نیکو ایمی پشت خطه. همسایه میگه تلفن جواب ندادین و به مغازه زنگ زدم. خواستم بگم گربتو نخونه اومده بیرون و بیاید برش گردونید. نیک متعجب میشه و سری برمیگرده خونه. وقتی با گربه میاد داخل خبری از ایمی نیست. میبینه وسط خونه هم لوازم به هم ریختن و انگار یه نفر به اینجا حمله کرده. با صدای بلند و ترسید ایمی رو صدا میکنه که یه همسایه هم میشنوه. ساعتی بعد مامورای پلیس میان اینجا. نیک نگران ایمی و توضیح میده وقتی اومده خونه همه چیز اینطوری بوده. اما کارگاه پلیس که زنی به اسم رونداه و همکارش جیمز به خود نیک مشکوکن. مخصوصا که یکی از همسایه ها بهشون گفته صدای نیکو شنیده که اسم همسرش رو بلند و با ترس صدا میکرده. خب دیدیم وقتی که اومد این اتفاق افتاد. موقعی گشتن خونه هم چیزی شبیه خون روی یکی از دیوارها میبینن و بیشتر مشکوک میشن. خلاصه که بعد از اینکه همه جا رو میگردن میبرنش به ایستگاه پلیس تا ازش بازجویی کنن. روندا انگار میخواد نیکو بترسونه و بهش میگه مامورای پزشکی قانونی خونه رو دارن کامل میگردن. همه حسابهای همسرت هم تحت نظره و یه کنفرانس خبری هم ترتیب دادیم. وقتی نیک یه شوخی باهاشون میکنه بیشتر بهش مشکوک میشن، چون ظاهرش اصلا نگران نشون نمیده. خلاصه که وزر سوالا از نیک پرسن همسرت رفیق زیاد داره یا نه. نیک هم میگه واقعا نمیدونم، چون زیاد در مورد این چیزا حرف نمیزنه. اگه طرفم خیلی اخلاقش خاصه و هر کسی باهاش دوست نمیشه. وقتی هم از نیک در مورد گروه خونی همسرش پرسن جوابو نمیدونه و همینم باز شک بقیه رو بیشتر میکنه. در آخر هم مردو ولش میکنن. شب شده و کارگاه روندا با زنی به اسم نول ملاقات میکنه. نول که یه زن بارداره میگه من دوست صمیمی ایمی بودم و خیلی هم نگرانشم. خونهشون هم تو همین محل است. آزمایش پزشکی قانونی هم تموم میشه و به روندا میگن اون رنگ قرمزی که دیدیم واقعا خونه یه انسانه و فرستادیمش که دی ان ایش بررسی شه. یه خبر دیگه هم به روندا میرسه، اینکه خونه این زوج به اسم ایمیه. همه چیشون، حتی باری که مارگو توش کار میکنه هم همینطور. میفهمن وضع مالی ایمی خیلی بهتر از نیک بوده و اینم یه دلیل دیگه برای شکشون به مرد میشه. در آخر هم از قاطی لباس زیرهای ایمی یه کاغذ پیدا میکنن که روش نوشته سرنخ شماره 1. این سرنخ ها برای همون معمایی هست که هر سال برای سالگرد ازدواجشون طراحی میکرده. روز بعد رسید و نیکو میبینیم که خونه خواهرش مونده. وقتی بیدار میشه مارگو میگه امروز اصلا به خودت نرسم، دوشم نگیر، قراره باهات مصاحبه کنن و خب اگه به خودت برسی بهت بیشتر مشکوک میشن، باید نشون بدی خیلی ناراحتی. بعدم به ایستگاه پلیس میرن و نیک با پدر مادر ایمی ملاقات میکنه. سه تا میرن جلوی خبرنگارا، اما خب نیک فقط میگه ایمی نگران تمام برگرد خونه. خیلی حرف ساده ایه. بعدم که دارن ازش عکس میگیرن یه خبرنگار میگه لبخند بزن، این احمق هم همین کارو میکنه. بعد مصاحبه هم نیک با پدر مادر همسرش به صحبت با پلیسا میشینن. یکیشون عکسی از ایمی با پسری به اسم دزی نشون میده که دوست پسر دوران دبیرستان این زن بوده. دزی از اون موقع همش پیگیر ایمی و حتی یه بار میخواست جون خودش هم بگیره. کلا خیلی عاشق این دختر بوده. برای همینم هم یکی از شکاشون به دزیه، چون امکان داره ایمی رو دزدیده باشه. نیک هم از مردی به اسم تامی صحبت میکنه که 8 سال پیش دوست پسر ایمی بوده. انگار اونم سابقه خوشونت کتک زدن ایمی رو داشته.
پس اونم میشه یکی دیگه از مظنون‌ها. بعد پایان صحبتشون، کارگاه روندا از نیک میخواد که به اتاقش بیاد و پاکت نامه‌ای که از سرنخ اول دیده بود و بهش میده. نیک توضیح میده این برای بازی سالگرد ازدواجشونه و میگه که هر پاکت نامه منو به سمت سرنخ بعدی میبره. با خوندنش میگه فهمیدم منظورش چیه و همراه روندا به دفتر کار خودش میرن. نیک چند ماه توی دانشگاه تدریس میکنه. دنبال سرنخ بعدی هن که روندا یه لباس زیر زنونه اینجا پیدا میکنه و برای تحقیقات برش میداره. نیک شوکست و میگه نمیدونم برای کیه، اما روندا میگه بالاخره میفهمیم. پاکت بعدی هم پیدا میکنن، اما این بار نیک میگه نمیدونم منظورش از سرنخ بعدی چیه. از هم جدا میشن و میبینیم نیک به خونه پدر خودش رفته. به روندا دروغ گفته بود که از سرنخ بعدی بیخبره، اما خب کاراگا هم زرنگتر از این حرف هست و چند لحظه بعد سر میرسه. انگار نیکو تعقیبش کرده. نیک انکار میکنه که برای سرنخ اینجا اومده و میگه فقط اومدم به خونه پدرم سر بزنم. تو ماشین میبینیم پاکت سومم برداشته. خاطره دیگه ای از رابطهشو میبینیم. البته مال همین اواخره و بینشون یکم فاصله افتاده. نیک از سر کارش اخراج شده و خیلی افسرده است. وقتی هم میفهمه امی برای کمک به پدر و مادرش همه پولهای سپردهشو بهشون داده، عصبانی تر میشه و کلن رفتارشو تغییر میده. همش بازی میکنه و میخوابه. هرچی هم ایمی میگه دنبال کار بگرد توجهی نداره. خلاصه که رابطهشون خیلی به هم ریخته است. میایم به زمان حال، یه روز دیگه هم میگذره و پدر مادر ایمی یه مراسم ترتیب دادن تا از مردم کمک بگیرن. نیک هم به همینجا میاد و خواهرش مارگو بهش میگه خوب کار کردی، به خودت نرسیدی. اما خب نگاه همه به نیک بده و اکثرا مطمئنن اون گناهکاره. کاراگاه های پلیس هم اینجان و صحبتی با نیک در مورد نول، زنی که گفته بود دوست صمیمی ایمیه میکنن. اما نیک میگه بهتون دروغ گفته، چون اصلا این دوتا با هم صمیمی نبودن. وسط مراسم هم زنی به اسم شانا سمت نیک میاد. بابت این اتفاقا دلداریش میده و یه عکس هم باهاش میگیره. مراسمی که پدر مادر ایمی گرفتن نتیجه میده و کلی آدم داوطلب میشن تا برای پیدا کردن ایمی کمک کنن. البته که اونا هم خیلی دست نیک عصبانی هن، چون رفتارش با بقیه با خوشحالی و خنده است. نیک بهشون توضیح میده فقط بخواد از دیگران تشکر کنه، اما خب اونا باور نمی کنن. شب که نیک برمیگرده خونه، خواهرش با یه اخباره و زنی داره از خنده نیک کنار عکس ایمی صحبت میکنه. خنده که یه نشونه برای این در نظر گرفتنش که نیک این کارو با همسرش کرده. مارگو به نیک میگه اگه چیزی رو قایم کردی به هم بگو، من خواهرتم، همیشه پیشت میمونم. نیک هم عصبانی میشه و میگه فقط ازت میخوام مثل بقیه هی منو قضاوتم نکنی. یه خاطره دیگه هم میبینیم. مدت ها قبل مادر نیک سرطان میگیره و همینم هم باعث میشه که همراه ایمی از شهر نیویورک به اینجا برای زندگی بیان. تغییری که ایمی زیاد دوستش نداره، اما خب حرفی در موردش نمیزنه. تو زمان حال مارگو میره بخوابه و نیک پرمی برش میاد که خیلی هول میکنه. سری میره دم در و دختری به اسم اندی منتظرشه. اندی یکی از دانشجوهای نیک بود و حالا میفهمیم با هم توی رابطن. یواشکی میاد داخل و تازه متوجه میشیم مدت هاست که این مرد به ایمی خیانت میکرده. نیک میگه به هیچکی نباید در مورد این رابطه ها بگی، حتی پلیس. اندی هم میگه تو که میخواستی از زن جداشی تا من ازدواج کنی، چرا یهو داری میزنی زیرش؟ اما نیک میگه فعلا وقتش نیست و فقط باید ساکت بمونی. بعدم که یکم دختر تحریکش میکنه، همونجا با هم رابطه برقرار میکنن. خاطره دیگه هم میبینیم. بعد نقل مکان این دو نفر به شهری که الان توشن، ایمی داره افسرده میشه و از نیک میخواد که بچه دارشن. میخواد اینطوری یکم خودش رو سرگرم کنه، اما نیک کاملا مخالفه و دعوای بینشون شکل میگیره. دعوا که یهو نیک زن رو هول میده و سرش هم آسیب میبینه. تو زمان حال کارگاه روندا رو میبینیم که برای تحقیق به یه سلاح فروشی میره. فروشنده هم میگه ایمی اومده بود اینجا تا ازم یه سلاح بخره و میخواست از خودش دفاع کنه، چون میترسید که همسرش بخواد ازش جدا شه و یه بلایی سرش بیاره. برمیگردیم پیش نیک. صبح اول وقت دختری که پیشش بود از اونجا میره. البته که حالا خواهرش یعنی مارگو بیدار و جریان رو فهمیده. خیلی عصبی و کلی برادرش رو دعوا میکنه. نیک برای دفاع خودش میگه ایمی یه کاری کرده بود، از خودم متنفرشم، مدت ها بود با هم رابطه نداشت. اما مارگو میگه به من ربطی نداره، فقط این قضیه اگه به بیرون درس کنه کار تمومه، بدون شک میری زندان. بعدم اخبار رو بهش نشون میده که خبرنگار معروفی به اسم آلن داره ازش صحبت میکنه. عکسی که با شانا تو مهمونی گرفتن هم داره نشون میده و میگه اینم یه مدرک دیگه برای اینکه نیک یه بلایی سر ایمی آورده و الانم خیلی خوشحاله. البته که یه وکیل به اسم تنر هم تو همین برنامه صحبت میکنه و کاملا طرفدار نیکه. میگه اون بیگناهه و شما دارید مدرکای مسخره علیکی مردم علیهش میکنید. همینم هم باعث میشه نیک شماره تنر رو گیر بیاره و به عنوان وکیل خودش استخدامش کنه. امروز پلیسا خبر میدن که بررسی خونه به اتمام رسیده و نیک میتونه برگرده اونجا. وقتی به خونه میاد، رد یه سری ماده روی زمین و مشخصه پلیسا همه جا رو با کلی امکانات گشتن.
میایم پیش کاراگاه ها و میبینیم که جیمز کاملا مطمئن نیک بوده که گناهکار اصلیه، اما روندا هنوز مطمئن نیست و میگه مدارک اون باید بیشتر باشه، مخصوصا که نیاز به جنازه داریم تا بتونیم ثابت کنیم ایمی از دست رفته. اما یه رفعه مأمور پزشکی قانونی میاد و خبر میده اون خونی که از خونه پیدا کرده بودیم متعلق به ایمیه. شب میشه و نیک به یه گرد همایی دیگه میره. این مراسم من پدر و مادر ایمی ترتیب دادن. نیک شروع به صحبت میکنه و میگه من واقعا بیگناهم و اندازه بقیه نگران همسرم ایمیم. یه رفعه نول شروع به داد و بیداد میکنه و میگه من مطمئنم تو عوضی یه کاری کردی. ایمی میگفت که باردار شده و تو نمیخواستی این اتفاق بیفته. به هم میگفت چقدر کتکش میزنی و رد زخمای رو سر آدنش هم میدیدم. نیک یه رفعه وامی رو مشخصا هیچ خبری از بارداری ایمی نداشته. بقیه هم شوکه میشن و نیک با کمک پلیس سری از این محل در میره. وقتی به خونه میرسه کاراگاه روندا منتظره و یه سری عکس نشون میده که ثابت میکنن ایمی و نول واقعا روز صمیمی بودن. حالا مدارک زیاد و بازم نیک میگه هیچ کنوم این عکس ها ثابت نمی کنن ایمی باردار بوده. اصلا این قضیه ربطی به من نداره. روندا با عصبانیت بیشتر میگه تو همه این چیزها رو صحنه سازی کردی. وسط پذیرایی میپره و یکی از قاب عکس ها میفته. میگه اگه واقعا ایمی با کسی دعوا کرده بوده، کسی دزدیده بودش، حداقل این عکس ها میافتادن. اما تو فقط اینطوری صحنه سازی کردی و هیچ دعوایی در کار نبوده. مامورای ما از آشپزخونه کلی خون تشخیص دادن و مشخصه یه بلایی سر ایمی آوردی. همین روزا هم پیداش میکنیم و دیگه اون موقع نمیتونی چیزی رو انکار کنی. نیک میگه آخه من چرا باید همچین کاری با همسرم کنم؟ و کارگاه میگه نول به همون گفته بود ازدواجتون داغونه و هی دعوا دارید. لیست همه مخارج ایمی رو جلوی نیک میذاره و میگه تو از حساب اون برای کلی چرت و پرت استفاده کردی، همش ولخرجی میکردی و همینم نشون میده چقدر بیفکر بودی. نیک باورش نمیشه و میگه به خدا من هیچ کدوم اینا رو نخریدم، حتی ممکنه یه نفر کارتمون رو دزدیده باشه. کاراگاه آخرین تیر خلاص هم میزنه، میگه چند ماه پیش بیمه عمر ایمی هم به دو برابر افزایش دادی، یعنی تو از قصد این کارو کردی تا بعد اینکه جونشو گرفتی کلی پولم از بیمه دستت بیاد. تلفن کاراگاه زنگ میخوره و بدترین خبرم بهش میدن، اینکه ایمی چند روز پیش رفته یه آزمایشگاه و تست بارداری داره که جوابش هم مثبته. نیک به هم میریزه و پلیس هم از اونجا میرن. مارگو هم میاد خونه. نیکو در حال صحبت و دعوا با یه نفر پشت تلفن میبینه. اونم کسی نیست جز اندی، همون دانشجویی که نیک باهاش تو رابطه است. اندی قضیه بارداری ایمی رو فهمیده و میخواد همه داستانو به پلیس لو بده، چون مطمئن نیک این کارو کرده. مارگو به برادرش میگه وقتش همه حقیقتا رو بهم بگی، شاید بتونم کمکت کنم. اونم همه چی رو میگه و در آخر اضافه میکنه ایمی از بچه داشتن متنفر بود. من بارها پیشنهادش رو دادم اما اون اصلا قبول نمیکرد. بعدم از آخرین سرقی که پیدا کرده بود حرف میزنه که نمیتونه معنیشو بفهمه. میریم پیش پلیسا که در حال گشتن خونه پدر نیکن، جایی که سرنخ آخر رو ازش پیدا کرده بود و روندا مطمئنه که یه چیزی از اینجا دستگیرشون میشه. تو همین بررسی یه کوره توی زیر زمین و وقتی بازش میکنن دفتر خاطرات ایمی رو میبینن که تقریبا سوخته و انگاری که میخواسته از بین ببرتش. نیکم وسط صحبت با خواهرش یهو معنی آخرین سرنخ رو میفهمه. میدوه سمت انباری که توی حیاط رو بازش میکنه. با وحشت به کادوهای متعددی زل میزنه. اینا همه چیزهایی هستن که لیست مخارج حساب بانکی ثابت میکرد و حالا اگه پلیسا پیداشون کنن ثابت میشه که نیک همه رو خریده. اما روح خودش خبر نداره که این وسیله ها از کجا پیداشون شده. یه کادو هم روشونه که انگار برای سالگرد ایمی خریده بوده. حالا برمیگردیم به روز گم شدن ایمی و حقیقت رو میبینیم. خود ایمی توی ماشینی داره از شهر فرار میکنه. دستش هم باند پیچی و مشخص از خودش خون چند جای خونه ریخته تا پلیسا پیدا کنن. حرفای ذهن این دختر رو میشنویم که میگه نیک منو از بین برده بود، همش میخورد و میخوابید، به هم خیانت میکرد و زندگیم به فنا رفته بود. اون باید تقاضا کارشو پس میداد و منم همه چی رو به خاطر همین صحنه سازی کردم. میبینیم که ایمی همه حساباشو برای چند ماه کنترل میکنه تا بتونه بندازه گردن نیک. حتی یه ماشین ارزون با پول نقد میخره که باهاش فرار کنه. بیمه عمرشو افزایش میده برای اینکه بادار بودن خودشو ثابت کنه. با نول رفیق میشه و یه روز ادرارشو یواشکی برمی‌داره، میره توی آزمایشگاه که تست حاملگی بده و ادرار دوستشو به جای خودش جا میزنه و خب تستش مثبت در میاد. صحنه سازی خونه رو طوری انجام میده که پلیسا به حرفای نیک شک کنن. برای این کار حتی از دستش کلی خون میگیره و میریزه زمین. بعدم خیلی ناشیانه پاکشون میکنه که پلیسا متوجه شن و اینم به عنوان تلاش نیک برای پاک کردن اثر جرم در نظر بگیرن. از یه طرفم توی دفتری کلی داستان و خاطره الکی مینویسه که رابطه بعدش با نیک رو توضیح بده. این دفترم تو خونه پدر نیک نیمه سوخته رها میکنه تا یه مدرک دیگه هم پیدا شه. خلاصه که از وقتی ایمی از خیانت نیک باخبر شده این نقشه بی‌نقص ریخته و موفقیت آمیز اجراش کرده.
میایم به زمان حال. نیکو مارگو کادویی که تو انبار بود و میارن تا ببینن چی داخلشه. یه نامه هم روشه که ایمی نوشته: من میدونم بهم خیانت کردی و اینطوری من از بین بردی. یه روز به خاطرش میری زندان. تازه هر دوشون فهمیدن همه چیز زیر سر ایمیه و واقعا هم راهی برای اثبات این قضیه ندارن. دوباره میریم پیش ایمی یه روز بعد ناپدید شدنش. خونه ای اجاره میکنه و با یه اسم جلی زندگی جدیدش شروع میشه. میایم به زمان حال و نیک به دیدن تنر میره، یعنی وکیلش که استخدام کرد. همه جریانو بهش میگه و تنر کلی میخنده چون واقعا نقشه ایمی بی‌نقصه. بعدم میگه باید اول جلوه خودت پیش مردمو درست کنی یا ثابت کنی اون فرشته‌ای که از ایمی ساختن کلی مشکل داره. همین هم میشه که نیک به روز پسر قبلی ایمی یعنی تامی زنگ میزنه و با هم قرار میذارن. تامی یه پسر آروم اما افسرده است. میگه ایمی زندگی ما از دم گرفت، برام پاپوش سوخت و منم مجبور شدم الکی اعتراف کنم که سوء استفاده جنسی ازش میکردم. اینطوری حداقل نمیافتادم زندان، اما از اون موقع دیگه هیچ جایی بهم کار نمیدن. همه زندگی ما دست رفته. همین لحظه ایمی رو میبینیم که با یکی از همسایه‌هاش دوست شده و دو تایی پای اخبارن. خبرش هم داره پخش میشه و همسایه‌اش میگه من اصلا این دختره خوشم نمیاد و مطمئنم یه ریگی به کفششه. ولی خب ایمی توجهی نمیکنه و وقتی هم میاد بیرون خیلی خوشحاله که نقشه‌اش کلاً درست پیش رفته. بعدم به پلیس زنگ میزنه و به عنوان یه ناشناس گزارش میده که یک سری صدای عجیب و غریب از حیاط همسایه‌شون میاد. آدرس خونه مارگو رو میده که مامورا برن اونجا. نیکو میبینیم که بعد ملاقات با تامی میره سراغ دزی، پسری که سالهاست عاشق ایمیه. اما خب اون حاضر نمیشه به نیک کمک کنه و در روش میبنده. یه سلام به مامورهای پلیس میزنیم. روندا همچنان معتقد نیک گناهکار اصلی نیست. روز بعدی وکیل میاد تا در مورد پرونده صحبت کنن. اون معتقد ایمی یه چیزی تو خونه پدر نیک قایم کرده و باید بفهمن چیه، وگرنه پلیس بر علیهشون استفاده میکنه. از یه طرفم قضیه معشوقه نیک یعنی انگلی خیلی خطرناکه. باید قبل اینکه پلیس‌ها بفهمن حقیقتو بهشون بگه، چون دیر یا زود اندی اعتراف میکنه و همه چیز بدتر میشه. امشب هم ایمی رو میبینیم که با همسایه‌هاش دارن گلف بازی میکنن و یه رفعه کیفش میفته زمین. کلی پول نقد همراهش و میریزه بیرون و همسایه‌اش و دوست پسرش نگاه مشکوکی بهش میکنن. روز بعدی دوتایی میرن به خونه ایمی و با تهدید وارد میشن. ایمی میگه به پلیس زنگ میزنم، اما همسایه‌اش میگه من میدونم اسمتو دروغ گفتی و جرأت نداری به پلیس چیزی بگی. بعدم به زور همه پولاشو میدوزن و از اونجا میرن. ایمی هم که دیگه هیچی برای ادامه نداره و نمیتونه حسابش هم استفاده کنه میزنه زیر گریه. اما فکری به سرش میاد و روز بعدی به یک کازینو میره، جایی که میدونه پاتوق دزیه. دزی هم سر میرسه و ایمی شروع میکنه به گریه. میگه نیک زندگیمو نابود کرد و میخواست منو از بین ببره. مجبور شدم از دستش فرار کنم چون اگه بفهمه زندم همه چیمو ازم میگیره. دزی هم که چند روز قبلی نیکو دیده بود خیلی ساده حرفاشو باور میکنه. بعدم بهش میگه بیا خونه من تا وقتی سرپاشی هم همونجا بمون. برمیگردیم پیش نیکو وکیلش. با یه مجری هماهنگ کردن که مصاحبه ای از نیک صورت بگیره و میخواد جلوی دوربین خیانت خودش رو اعتراف کنه قبل اینکه دیر بشه و شرایط از قبل بدتر پیش بره. همه چیز اوکیه تا اینکه چند دقیقه قبل مصاحبه یه خبر فوری پخش میشه. اندی جلوی جمعیتی بزرگ حقیقت خیانت نیک رو فاش میکنه. همه برنامه‌شون باز به هم ریخته، اما نیک مصممه که مصاحبه رو انجام بده. برخلاف انتظار وکیلش تنرم خیلی مصاحبه خوب پیش میره و نیک موفق میشه تا حدودی یه مصاحبه خیلی خوب انجام بده. اینجا میگه چقدر عاشق همسرش بوده و از خیانتش هم پشیمونه. ایمی رو میبینیم که به خونه دزی میاد. یه خونه خیلی بزرگ و خفن که دور تا دورش هم دوربینه و اینطوری دزی ثابت میکنه که جونش در خطر نیستش. روز بعدی دزی از سر کار برمیگرده و ایمی کلا اهمیتی بهش نمیده. فقط میخواد ازش انگاری سوء استفاده کنه و بعدم بی توجه به حرفایی که داره میزنه جلو تلویزیون میشینه. مصاحبه که شب قبل نیک انجام داد پخش میشه و ایمی با دقت تماشا میکنه. وقتی نیک از علاقه خودش و پشیمونی بابت خیانت حرف میزنه ایمی به هم میریزه. نیک هم با خواهرش دارن همین مصاحبه رو میبینن که مامورهای پلیس سر میرسن. یه حکم هم دارن که میخوان انباری مارگو رو بگردن. نیک خیلی ترسیده و وقتی روندا وسایلی که توی انبار هست رو میبینه دیگه هیچ شکی به گناهکار بودن نیک نداره. این در حالیه که دزی از رفتارهای ایمی کلافه است و بهش میگه من واقعا دوست دارم و میخوام با هم باشیم، چرا دو روز منو سر میدونی؟ ایمی هم باز مظلوم نمایی میکنه و میگه به خاطر کارهایی که نیک انجام داده یکم وقت میخوام تا خوب شم، بعدش قول میدم بیام بغلت واسه هم باشیم. نیک هم میبینه که به ایستگاه پلیس میره. وکیلش هم کنارش و بهش میگه مدرک های علیهت خیلی زیادن، اما اگه اعترافی نکنی نمیتونم بندازنت زندان.
بازجویی شروع میشه و نیک یهو از کوره در میره. شروع میکنه به دعوا، وسط حرفاش چند تا اشتباه میکنه و همین کافیه که بندازنش پشت میله‌ها. یک هفته به همین شکل میگذره و میریم پیش ایمی. با دزی خیلی مهربون تر شده و امروز قبل اینکه بره سر کار اونو میبوسه. دزی هم خوشحاله، مخصوصا که ایمی میگه به زودی میخوایم با هم بخوابیم. یه بوسه خیلی سفت هم میکنن که گوشه لب دزی به خاطرش زخم میشه. با رفتن مرد، ایمی که انگار نقشه دیگه ریخته جلوی دوربینه تو همون میشینه و کلی گریه میکنه و انگار داره درد میکشه. مشخصه میخواد از خودش یک سری فیلم و مدرک ضبط کنه، اما نمیدونیم چرا. میبینیم که بعد این چند روز بالاخره وکیل دینکم موفق میشه با وثیقه اونو بیاره بیرون. دنبال اثبات بیگناهیشن و یک هفته دیگه هم میگذره. این روز ایمی شامپاین باز میکنه و منتظر دزی میمونه. البته که قبل رسیدنش یه سری تناب دور دستش میبنده و هی باز میکنه. انگار چند روز این کارو کرده تا رد تنابها بمونن. بعدم با درد زیادی اون بطری شامپاین رو میکنه و خودش رو در میاره. یکم هم خون ریزی داره. وقتی دزی سر میرسه، ایمی میره به استقبالش. میگه امشب وقتشه و شروع به بوسیدن هم میکنن. میره سمت اتاق و همین که دختر دراز میکشه رو تخت، دزی میاد سمتش. یه رفع ایمی یه تیغ کنارش برمیداره، با وحشیگری تمام گردن دزی رو میزنه. همه بدن ایمی و تخت سرخ میشه و مرجونش رو از دست میده. روز بعدی نیک از خواب بیدار میشه. سر و صدای وحشتناکی از بیرون میاد و دم در با تعجب نگاهش به ایمی میفته. ایمی که با بدنی پر از خون و ظاهری داغون سر رسیده. همه خبرنگارها ازش عکس میگیرن و همین که میرسه بغل نیک از حال میره. میره به بیمارستان. کارگاه روندام مطمئن شده نیک بیگناه و دکترم بهشون میگه ایمی مورد حمله و سوء استفاده قرار گرفته. خب ما یادمونه که شب قبلی اون بطری شامپاین رو چیکار کرده بود. روندا که سردرگم از نیک میپرسه نظرت در مورد این چیه و نیک فقط سرش رو به نشانه افسوس تکون میده. خوب میدونه که چقدر این زن حیله‌گره. میبینیم که ایمی جلوی تیم FBI شروع به توضیح داستانش میکنه. میگه که یک ماه پیش دزی منو دزدیده بودش و هر شب منو اذیت میکرد. روندا حرفش زیر سوال میبره و ازش آتوم میگیره، اما ایمی توجه نداره و در آخرم میگه تو نزدیک بود همسرمو به چیز اشتباه محکوم کنی و بندازی زندان، پس خفه شو. وقتی هم تعریف میکنه که چجوری شب قبل موفق شد دزی رو از بین ببره و در بره، مامورهای FBI همه طرف ایمی رو میگیرن و حتی اونو قهرمان خطاب میکنن. نیک بیرون اتاق و کارگاه دیگه، یعنی جیمز هم حالا به ایمی شک داره. میگه وقتی هر روز دستشو میبسته چجوری تونسته با اون تیغ از خودش دفاع کنه. روندا از ایمی میپرسه پس اون چیزی که دفتر خاطراتتن چی بودن؟ چجوری اصلا خونه پدر نیک سر در آورد؟ ایمی هم بدون توضیح میگه الان یارم نمیاد چون خیلی حالم بده. روز بعدی ایمی مرخص میشه و حالا همه مردم این دختر به عنوان قهرمان و نیکو به عنوان یه قربانی در نظر گرفتن. وقتی دوتایی تنها میشن، نیک میگه این چه کاری بود با اون کردی؟ ایمی میگه بیا تو همون. وقتی لباسها رو درمیارن مطمئن میشه نیک صداشو ضبط نمیکنه. بعد میگه من مصاحبت رو دیدم و فهمیدم که از کارت پشیمونی، برای همینم میخواستم برگردم به زندگیمون. نیک وحشت زده است و میگه تو روانی جون یه بیگناه رو گرفتی. اما ایمی میگه مجبور بودم برای برگشتنم این کارو کنم. نیک میگه من واقعا نمیتونم تحمل کنم و باید برم. اما ایمی میگه پاتو بذاری بیرون، میگم با دزی هم دست بودی و زندگیتو نابود میکنم. بعدم میفهمه جریان باردارش دروغ بوده و حالا حتی میترسه با ایمی توی اتاق بخوابه. روز بعدی نیک با خواهرش مارگو، وکیلش تنر و کارگاه روندا توی رستوران جمع میشن. همشون حالا میدونن ایمی چقدر عوضیه، حتی کارگاه. اما وقتی میبینن چقدر حرفه‌ای دروغ میگه، تنر کلا کنار میکشه و میگه نمیتونم کاری کنم. کارگاه هم میگه مامورهای FBI پرونده رو بستن، منم کاری دستم بر نمیاد. خلاصه که یک ماه دیگه همینطوری میگذره و نیک هیچ جوره نمیتونه حقیقت رو ثابت کنه. بعد یک ماه مصاحبه قرار دوتایی انجام بدن و ایمی هم همه دروغا رو با نیک تمرین میکنه. نیک تصمیم میگیره توی مصاحبه همه چی رو به مردم بگه، اما ساعتی قبلش ایمی میاد طرفش و یه تست بارداری مثبت بهش میده. اون واقعا حامل است. نیک وحشت زده است و میگه ما چند ماه با هم هیچ ارتباطی نداریم، این بچه برای کیه؟ ایمی هم میگه حق نداری بهم تهمت بزنی وقتی میگم بچه تو، یعنی هست. من دختری هم که عاشقش بودی و به خاطر برگشتن پیشت حتی جون یکی رو گرفتم. نیک جواب خیلی خفن میده. میگه اصلا چرا این رابطه رو میخوای؟ من عاشقت بودم آره، اما فقط به هم آسیب زدیم، همون کنترل کردیم، باعث درد هم شدیم. ایمی میگه خب ازدواج همینه که چی؟ مصاحبه شروع میشه. نیک دیگه نمیتونه حقیقت رو به مردم بگه، چون ایمی میتونه با همین تست بارداری ثابت کنه نیک باهاش رابطه داشته و هیچ مشکلی بینشون نیست و زندگیشو ازش بگیره.
اینجاست که فیلم به پایان میرسه. بچه‌ای که مدت از کانالو دارن میدونن که من همیشه باهاتون در ارتباطم، توی تلگرام، توی کامنت ها، هر جوری شده سعی میکنم باهاتون صحبت بکنم، جوابتون رو بدم. اما خب این دفعه میخوام یه ویدیو بسازم مثل یه دونم که چند ماه پیش ساخته بودم. هر سوالی در مورد خودم یا پست های کانال و فیلم های پیشنهادیتون دارید حتما زیر این پست بنویسید. توی هفته جدید میخوام یه ویدیو بسازم و در مورد اونها صحبت بکنیم، یکم بیشتر با هم آشنا شیم. خوشحال میشم که حتما نظرتون رو بدونم. همونطوری که گفتم به نظرم یکی از بهترین فیلمنامه‌ها برای گانگرل، به خاطر اینکه هیچ نقصی توش پیدا نمی‌کنید. از اول تا آخرش پر از سورپرایزه و از یه قسمتی به بعد فیلم شما فقط داری استرس می‌کشی. این نکته رو بگم، فیلم بر اساس یک رمان ساخته شده و خب توی این رمان شخصیت نیک خیلی بدتر از چیزی است که توی فیلم می‌بینیم و تا یه حدودی توی کتاب می‌تونید بیشتر به زن حق بدید. ولی خب وقتی توی فیلم می‌بینید از اون نصف به بعد فقط طرفدار نیکید و داری آرزو می‌کنی که یه جوری قضیه رو حلش بکنه. چیزی که خب تا آخرش هم اتفاق نمی‌افته و لحظه‌ای که دیگه آخر فیلم داری امیدوار می‌شی که بالاخره نیک همه چیو میاد لو میده، یه دفعه اون قضیه بارداری پیش میاد و کلن جریان عوض میشه. نکته ای که توی فیلم میبینیم همین قضیه فریبکار بودن یه نفر توی رابطه هست، چیزی که قطعا برای خیلی ها اتفاق افتاده. توی زندگی تو بارها پیش میاد با دختر یا پسری وارد رابطه میشید که مدام داره شما رو فریبتون میده و از طرف مظلوم نمای جلوی دیگران انجام میده، طوری که همه فکر میکنن حق با اونه و شما گناهکار اصلی. ممکنه این اتفاق وقتی که باهاش توی رابطه اید بیفته، ممکنه هم است که بعد از تموم شدنش پیش بیاد که طرف شما رو آدم بعد جلوه بده و کاری کنه که همه نظر سمت خودش بیاد، همه فکر کنن در حق اون ظلم شده و آدم بد شمایید. این به نظرم یکی از کثیف‌ترین کارهایی است که یک انسان میتونه در حق پارتنرش انجام بده، به خاطر اینکه نه تنها زندگیشو توی اون لحظه و توی اون رابطه زهرش میکنه، ممکنه تا سالها اسم بد روی طرف بذاره و زندگیشو به فنا بده. تو این فیلم درسته که نیک قطعا اشتباهات زیادی داشت، خیانت میکرد، خیلی کارهای بدی انجام داده بود، ولی از اون طرفم خب توی رابطهشون داشت خودش هم آسیب میدید، یعنی از هر دو طرف داشتن نابود میکردن زندگیو. جور دیگه بخوام بگم همون قدی که نیک توی تموم شدن این رابطه و خیانت و این چیزها موثر بود، ایمی هم دقیقاً همونقدر تاثیر داشته بود. بهتون پیشنهاد میدم فیلم مریج استوری یا داستانی که ازدواج حتما ببینید. تو این فیلم خیلی قشنگ میاد نشون میده که هر دو نفر چقدر میتونن توی نابود کردن یه زندگی مشترک موثر باشن و توی این فیلم هم باید با همچین دیدگاهی نگاهش بکنیم. موقع میفهمیم که هر دو نفر چقدر مقصرن و خب هیچ کدوم لیاقتشون این نیستش که تا ابد بخواد زندگیشون به فنا بره. ایمی توی نامش مینویسه آره تو از پول من استفاده کردی، تو بهم خیانت کردی، فلان کارو انجام دادی، پس حقت تا ابد بری زندان. این چه منطق پوشش که یه نفر به خاطر خیانت تا ابد بخواد بره زندان؟ اگه بخوایم با دیدگاه مریج استوری بهش نگاه بکنیم، باید نیکم براش مینوش تو هم همش منو تحقیر میکردی، زندگی ما ازم گرفته بودی، نمیذاشی بخندم، خوشیام نابود شده بود و تو هم باید بری زندان. البته که همیشه توی فیلم ها میگم هیچ خیانتی توجیه نداره، کسی که خیانت میکنه واقعا آدم کثیفیه، ولی این دلیل نمیشه که یه نفر اشتباهات خودش هم کنار بذاره و بگه فقط اون خیانت همه چی به فنا داده. تو هم ببین که چه کارهایی انجام دادی، رابطه به کجا رسیده که اون خیانت تیر خلاصی بوده به رابطه‌تون. خلاصه که اینا رو گفتم بخاطر اینکه فیلم خیلی دیدگاه قشنگی بهمون میده در مقابله با افرادی که میبینیم فریبکارن، افرادی که خودشون همیشه به مظلوم نمایی میزنن و در نهایت همونطوری که گفتم نگاه همه سمت اونا میره، هیچ چیزی که شما رو باورتون نمیکنه. ممکنه الان توی زندگیتون همچین کسی باشه، ممکنه باهاش قبلا روبرو شدید، ممکنه هم هستش که یه سال دو سال آینده یه همچین آدمی رو ببینید. اگه همچین اتفاقی افتاد پیشنهاد میدم هر جوری شده از طرف دور بشید. این طرف واقعا یه بیماری روانی داره، یه مشکلات خیلی بزرگی توی روحش اتفاق افتاده که داره اینطوری با فریبکاری خودش رو میبره بالاتر و شما رو زمین میزنه. در نهایت هم ممکنه واقعا دست به همچین کارهایی بزنه، همچین چیزهایی رو برای شما صحنه سازی کنه تا یه جوری خنده ها و خوشیاتون ازتون بگیره. مراقب خودتون باشید، خیلی دوستتون دارم. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. شبتونم گلسی.